با نام و یاد خدا، دو خبر مهم از باشگاه بارسلونا، سوپرکاپ و چند رکورد دیگر در انتظار لیونل مسی می باشند. بیمیلی گریزمان بر با لیونل مسی و لوئیس سوارز، آنتوان گریزمان به عروسی سوارز نرفت. در ادامه بارزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافیست که کانال ما را سابسکرایب کنید. لیونل مسی در صورت قهرمانی با بارسلونا در سوپرکاپ اسپانیا به چند رکورد دست خواهد یافت. رقابت های سوپرکاپ این هفته در عربستان برگزار می شود و چند رکورد دیگر در انتظار لیونل مسی خواهد بود. لیونل مسی قصد دارد 35مین جام دوران ورزشی خود را به دست آورد که در صورت موفقیت 5 عنوان قهرمانی نسبت به دنی آلویس که 40 جام در کارنامه دارد کم خواهد بود. بارسلونا برای کسب جام مطمئنا باید در دو بازی پیروز شود که می تواند 499مین و 500مین پیروزی مسی به عنوان بازیکن بارسلونا باشد. لیونل مسی برای بارسلونا 706 بازی انجام داده، 498 پیروزی دارد، 131 تساوی دارد و 77 باخت را در کارنامه‌اش می‌بیند. باید افزود که لیونل مسی در 706 بازی 618 گل برای بارسلونا به ثمر رسانده است. بیشترین بازی وی در یک فصل برمیگردد به فصل 2014 و 2015 که لیونل مسی در 47 بازی از 60 بازی که در آن فصل انجام داد برنده شد. لیونل مسی در سوپرکوپا 18 بازی انجام داده که 9 پیروزی و 13 گل به ثمر رسانده است. لیونل مسی بازیکنی است که با 8 قهرمانی بیشترین قهرمانی و بیشترین گل به ثمر رسانده است. در همین حال آنتوان گریزمان با آن که به عروسی مجدد سوارز دعوت شده بود اما به این محفل نرفت. به تاریخ 27 دسامبر سال 2019 عکس در مراسم عروسی مجدد سوارز منتشر شد که میلیون ها چشم را به خود جلب کرد. در آن عکس مثلث MSN دوباره کنار هم دیده شدند. در آن مراسم ممکن بود عکسی از مثلث GSM نیز منتشر شود، اما گریزمان با وجود دعوت از سوی سوارز در محفل عروسی مهاجم اوروگوئی اشتراک نکرد. نشریه موندو دیپورتیو مدعی شده که در روز عروسی مجدد سوارز، آنتوان گریزمان و خانومش طبق برنامه‌ریزی قبلی به سیاحت پرداختند و در مراسم عروسی اشتراک نکردند. برخی ها در بارسلونا سوارز را متهم کردند که این بازیکن از گریزمان در محفل عروسیش دعوت نکرده است، اما دوستان نزدیک گریزمان تایید کردند که آنتوان گریزمان به این مراسم دعوت شده بود اما خودش نخواست در این محفل اشتراک کند. تشکر از این که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.